چطور بچه‌ها خوشم به ویدیو جدید آقای مز قراره که بریم با هم دیگه توی این ویدیو بالاخره سنس جدید درست کنیم و قراره که به شما یاد بدم که چطوری برای خودتون سنس درست کنید و از این بعد دیگه از کسی سنس نگیرید دیگه برای خودتون سنس داشته باشید و یاد بگیرید که بعد هر آپدیتی که تو پاب جمال اومد برای خودتون سنس درست کنید دیگه و شما یادتون نره که ویدیو لایک کنید سابسکرایب کنید, سابسکر کنید، کامنت دیگه بذارید و ناتیفیکیشن فعال, فعال کنید تا وقتی که ویدیوشون رو فعال ببینید و اینستاگرام نوریفیس فالو کنید دمتون گرم بریم طرف ویدیو شروع کنیم که چطوری باید سنس درست کنیم دیگه برو بریم خیلی خوب آقا اول از همه من قراره که توی این ویدیو برم هم برای خودم سنسورس کنم بگی ببین کلا رندوم اومدم که کلا یه ویدیو بگیرم دیگه خیلی از بچه ها گفته بودن که سنس بذار و اینا اول از همه من میخوام که برای خودم یه سنس سنسمو تغییر بدم چون احساس میکنم تو آپدیت جدید یه ذره حالا من چیزی که من احساس میکنم دیگه یه ذره سنس ها بالا پایین شده دیگه یه همچنین احساس دارم حالا اگرم که من اشتباه میکنم بگید شما ولی خب من یه همچین حسی دارم و دیگه قراره که بریم برای خودم اول اصلا یه سنسورس کنم و کد و ایناشو به شما بدم کنترل و نمیدونم سنسیتیو اینا و در همین حین به شما یاد میدم که چطوری آقا برای خودتون سنسورس کن ببین نکته اول اینه که شما دیوایستون چی آقا این که نگاه کن من خیلی رندوم میخوام تو این ویدیو خیلی نمیخوام مثلا قانونی به شما توضیح بدم توی چیزایی که خودم بلدم میخوام به شما توضیح بدم تا شما یاد بگیرید کسی که بلد نیستن و یاد بگیرن و دیگه استفاده بکنن دیگه ببین اول همه دیوایس خیلی مهمه ببین مثلا دیویس دیوایس من در آیفون 15 پرو این مثلا اندازه 6 و 7 اینچه یه موبایل خیلی بزرگیه مثلا خب شما باید ببینید که موبایل خودتون چطوریه اگر موبایل شما کوچیکه میتونید سنس لو درست کنید مثلا سنس مثلا اگر من مثلا 260 مثلا استفاده میکنم ایدی شاروسکوپو تو مثلا برو 240 استفاده کن مثلا اینو به خاطر این میگم که بعضیت از ها میان سنس مثلا منو میگیرن بعد میگن که چرا مثلا این مثلا اینجوریه مثلا خب. دیوایس فرق داره عزیزم نمیدونم پینگت فرق داره به پینگم هم تا از تو پینگت وقتی اگه, اگه پینگت بالا باشه بعضی جا نمیتونی درست اصلا اسپری کنی خیلی عجیبه که پینگ به اسپری هم کار داره نمیدونم خیلی عجیبه دیگه اسکوپ آقا من چیکار میخواستم عوض کنم من اسکوپ 4 رو خیلی میخوام بهترش کنم نگا اسکوپ 4 رو بریم ببینیم که چیکار میتونم بکنم باش یه باید درست تر بشیرم تا راحت تر بتونم اسپری کنم تا ببینیم که ببینیم چیکار میتونم بکنم دیگه من با این خیلی مشکل دارم با این حرکت من احساس میکنم بعد سنس هم یکم لو کنم ببین آقا شما میای توی ببین اگه میخوای سنس درست کنی بعد بیای تو ترینینگ ببین انقدر باید بزنی انقدر باید بزنی ببین اینجا رو انقدر باید بزنی این هدف رو انقدر باید بزنی این اسپری خیلی مهمه آقا این این اسپری خیلی مهمه که من میخوام بهت نشون بدم الان نگاه کن سمت راست به چپ و اسپری کن این برای چی مهمه چون مثلا یه ماشین بغل رد میشه حالا بغلت هم نه از جلو داره رد میشه مثلا این خیلی مهمه که تو بتونی بدون ای, دی ای دی اینو اینجوری اسپری کنی یا کن اینو بتونی اینجوری ساف اسپری بکنی خیلی چیز مهمیه آقا بچه بچا مثلا اینکه این خیلی برشون مهم نیست ولی بعد اینو بهش اهمیت بدید و حالا اونجا نشون مثلا اینجا اینجوری اسپری کن تست کن مثلا میدونی تاثیر قد میشه میره میاد این ماشین خیلی آقا نکته مهمیه ببین حالا اینجا چیه نگاه کن اگه تو جایروسکوپ پلیری من ایدی اس اینا رو بلد نیستم واقعا اگر که ایدی اس مثلا اس بازی می‌کنی من بلد نیستم واقعا خیلی حالا اینا البته منم خاموش بوده اینا رو روشن کنم چون آپدیت کردیم اینا خوش خاموش شده بوده ببین نگاه کن من فقط قسمت کمرا رو توضیح نمیدم قسمت ایدی اس میدم به چه درد میخوره ایدی اس ببین ایدی اس دو تا فایده داره ایدی اس اینجایی که ما پایین کمرا داریم ببین یکیش اینه که مثلا انمی خیلی نزدیکته نگاه کن مثلا اینجا مثلا این مثلا اینجا مثلا انمی داره میاد فکر می‌کنی داره از اینجا میاد و مثلا اینجا تو نمیتونی اینو اینجوری بچرخونی به خاطر همین اینجا ممکن اینجا نیاز داری که نگاه کن صف دستا نگاه کن اینجا نیاز داری که این اینو استفاده بکنی این میشه ایدی اس اوکی چه جوری حالا استفاده می‌کنی مثلا اینو حالا مثلا اولش هم داری تیر می‌زنی حالا فرق نداره اینو می‌زنی اینطوری آقا می‌چرخونه اینو این خیلی مهمه ایدی اس اینجا خیلی مهمه که اینو درست بکنی حالا کدوم بعد درست بکنی تی پی پی نو اسکوپ بده بعد درست درست کن 195 الان مثلا من اینو 195 300 بکنم نگاه کن هم رفتم کمرا رو 300 کردم هم رفتم ADS و کمرا کدومه کمرا اینه که تو تیر نمیزنی میخوای بچرخونی خوش سری شد حالا اگر تو میخوای تیر بزنی ADS استفاده کنی باید بری این پایین رو اینو باید بری درست کنی اینو باید بری درست بکنی این مال موقعی که تو تیر نمیزنی همین نورمال میخوای اینطوری کنی نگاه کن چقدر سرعت زیاد شد انقدر سرعت زیاد شد قد شد صفح. این از منطق کمرا و ADS نگاه کن کمرا گفتم وقتی که تیر نمیزنی استفاده میشه اینجا داره استفاده میشه به خاطر همین اگر دوست دارین این بالا پایین باب ببری حالا این فقط برای چیز هم نیست ها مثلا تو ADS پلیر یا مثلا ADS پلیر مثلا جایروسکوپ مثلا خاموش اسکوپ چار استفاده می‌کنی مال من 19 اسکوپ 4 نه مثلا اینو میاری 224 می‌کنی مثلا خب 224 اگه کردی چی میشه وقتی اسکوپ بازی می‌کنی تیر میزنی این برای اون قسمت که کن دیدی رفت بالا دیدی این مال این قسمته وقتی که تیر می‌زنی نیا کن الان یواش میره نگاه کن برای چی این چون به ADS رفت داره پایینیش الان من اینا رو درست بکنم سر 90 این مال من سر 90 بود پایینش سر 95 بود من دیگه چون جایرسکو پلیرم خیلی با اینا کار ندارم دیگه حالا این هم نوزده میکنیم این از منطق کامرا و ADS خب که به شما توضیح دادم که کامرا به کجا رفت داره اس به کجا رب داره دیگه و کامرا هم توی گفتم بالا موقعی که شما تیر نمیزنه میخوای از اسکوپ یا مثلا از خود کارکتر استفاده کنی برای حرکت ADS مال موقعی که میخواید تیر بزنی و از روی صفحه میخواید استفاده بکنی حالا این پایینه که کار نداره دیگه آقا این خیلی ولش کنید یعنی خودتون باید درست بکنید خیلی چیز مهم مینی دیگه اینجا مثلا مال این اینه مثلا مال فراشوت مهم خیلی اون اون مثلا اینه مال منم بگیرید مثلا اوکی اینو خیلی چیز مهمی نیست میم توی آقا جایروسکوپ AD, ADS رو روشن بکنید خیلی چیز مهمی آقا به نظر من چون این دوتا درسته که دوتاش یعنی مثلا اگه پایین رو خاموش کنیم با بالی میتونیم فقط بازی بکنیم ولی اگه دو تاش با هم دیگه روشن باشه خیلی کنترل بیشتری داری رو بازی اول از همه جایروسکوپ چیه ببین جایروسکوپ دیگه البته میدونی که جایروسکوپ چیه مثلا من الان دارم این الان جایروسکوپ تیر نمیزنم نگاه کن این میشه چی این میشه جایروسکوپ من تی پی پی نو اسکوپ من میشه که 300 این اینا 300 میبینی حالا وقتی که اینو تیر بزنم این میشه ایریس جایروسکوپ این این که میچرخونم این میشه ایدی جاروسکوپ ایدی من از جاروسکوپ نرمال هم بالاتره پایین تر ببخشی 264 چرا 264 چون من مثلا من تی دی ام بازی میکنم کلوز خیلی خیلی زیاد فایت میدم این برای کلوز خیلی مهمه که پایین باشه به نظر من بالا خیلی نیاز نیست باشه بالایش بالا باشه خوبه ولی پایینیش نه فکر میکنم فهمیدید این از منطق جایروسکوپ و ایدی اس جایروسکوپ نگاه کن این میشه جایروسکوپ وقتی که تیر نمیزنی مثلا یا اسکوپ رو باز بکنم نگاه کن این میشه جایروسکوپ اینی که میگیر میگرفتی میچرخونیم فرق داره این میشه کمرا این میشه جایروسکوپ اوکی خیلی این آقا این آموزش خیلی سطحیه فکر میکنم ولی خب دیگه بعضی از بچه ها واقعا درست نمیکنم برای خوشن سنسیتیویتی من مجبور شدم که این ویدیو رو درست کنم دیگه حالا شاید تا دو سه سال همین ویدیو اصلا به درد بخوره دیگه به خاطر همین توضیح میدم دیگه این از منطق جایروسکوپ این میشه جایروسکوپ اوکی این میشه جایروسکوپ حالا وقتی که شما ایدی جایروسکوپ رو روشن بکنی ببینید جایروسکوپ اگه روشن نکنی ایدی جایروسکوپ روشن نکنی همون جایروسکوپ نرمال میتونی مثلا وقتی تیر زدن هم استفاده بکنی ولی خب اگه روشن بکنی خیلی مقلی. مثلا کنترل بیشتری رو بازیت میتونی داشته باشی حالا ایدی جایروسکوپ چی میشه این میشه ایدی جایروسکوپ میگم توضیح دادم دیگه. این میشه ایدی جایروسکوپ اوکی وقتی تیر میزنی اینو خور تیر میزنی کنترل میکنی این میشه ایدی جایروسکوپ این خود جایروسکوپه ولی این از منطق این چهار تا اقا. این اول اصلا باید منطقش رو بدونید بدونید که این چهار تا اصلا چی هست آقا کامرا و ایدی اس و جایروسکوپ و جای... اصلا چی هست آقا همینطور نری فقط اینجا دوتا تیر بزنی درست درست کردی خدا حفظ بریم دیگه این این اشتباه آقا این از منطق اینه. حالا ما بریم اسکوپ خودمون درست کنیم بس دیگه من چهار خودمون ببینم من چون استایل بازیم هم عوض شده دیگه بالش میذارم زیر هستم به خاطر این دیگه باید اصلا عوض میکردم چیز اما سنس اما و دیگه بریم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم دیگه آقا مثلا این الان خب حالا فهمیدی که چجوری باید سنس درست کنی این اول از همه دیوایس مهمه پینگ مهمه پینگت خراب باشه آقا بعضی وقتا سنس باید یه مدل سب... یه مدلی باید برای خود سنس درست بکنی ببین یه مدلی باید درست بکنی که با پینگ در... عقل جوری در بیاد مثلا اگه پینگت خراب به نظر من برو یه ذره مثلا چیز درست کن ببر بالا مثلا ب... ب... سنس تو مثلا پینگ اگه بالای پیسته ببر بالا چون ممکنه که پینگ خراب بشه نمیدونم احساس میکنم که بالا خیلی بهتر باشه برای بهتره برای پینگ خراب پینگ بعد بر... ولی اگه پینگت خوبه بیا اینجا آقا با اون منطقه‌ای که به توضیح دادم یکی یکی خود درست بکن دیگه ببین که کار درست کدومه دیگه آقا من اسکوپ چارم هم ببین من اسکوپ چارم یه ذره باید بیاد پایین ای دی شایروسکوپش دیویس ۷۴ه دیویس ۷۰ش میکنم من تریننگ فکر کنم تنها جایی که نمیتونم درست بسیار کنم یعنی این هستن ساخته نشده اوکی <applause> 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 okay. ببین فعلا همین خوبه دیگه من خیلی نمیخواستم تغییر بدم اسکوپ سه رو تغییر بدم یا نه ردات رو ببینم چجوریه ردات هم آره ردات هم یه ذره باید بیاد پایین احساس میکنم ردات 36 سر سی بشه ببینم حالا خیلی فرقی احساس نمی کنی اولش اینقدر میاری پایین ولی این فرقه خودش نشون میده دیگه حالا من خیلی احساس نمی کنم که بالا پایین میشه یعنی ولی مهمه که بیاد پایین ببین ردات هم موکیه. من سه هم باید ببینم سه احساس میکنم خیلی خراب شده نمی سه هم باید در بالا بره خیلی لوه دویس هفتاد دو, دوی دو... دوی دو... دوی سا... پایین هم شاید دویس هفتاد دو دویس گفت بعد اینم بگم آقا شما میدین اینجا اسپری میکنید این بالا یه دونه این بالا اینم بید... اینم برید امتحان بکنید ها بعد این که شما میاد آقا اسپری میکنید نگاه کن این خیلی مهمه که شما دو مدل استفاده بکنید یکی اینکه اینجوری بشینید اسپری بکنید یک شم اینکه شما آقا بلند اسپری بکنید این خیلی مهمه آقا چون توی توی بازی همیشه اینطوری نیست که تو بخوای همش اینطوری اسپری بکنید نسبت به اون کنید کنی این خیلی مهمه که تو سرپام وایسی حالا من اسکوپ چارم من باید خودم هم... این کارو میکنم یادم رفت دیگه حالا اینجا مثلا یه اسکوپ که فکر میکنم مناسب باشه دیگه ببین اینجا مگر شما اومدی مثلا سنز دیگه ذره دیدی مثلا درست کردی دیدی خرابه خیلی حالا جوز نزن دیگه حالا برو مثلا چیز کنی یه ذره بازی بکن شاید عادت کردی مثلا خودت تو کلاسیک مثلا حلش کردی خیلی مهم نیست که اینجا مثلا بالا پایین شده یه ذره مثلا مثلا اینو دقیق نتونستی همه تیرات تیرات نخورنی. خیلی مهم نی آقا تو کل بازی هم قرار نیست همش کاری همش اتفاق بیفته کل تیرات بخوره بله اون چیزی که درسته رو بکن دیگه نگاه کنم من اسکوب ستم احساس می کنم بازم باید تغییر پیدا کنم من احساس می کنم 272 بود باید 266 بشن مثلا بالا نباید می بیس خب هم خوبه دیگه چی میخواستم عوض کنم سه و چهار میخواستم عوض کنم بیسی کارم برم ببینم ادوانس ها رو یعنی وای ادوانسام خالیه نو no وی ادوانس فعلا درست نمی کنم نه برش کن نه این حالا یه سر یه وقت چیز سر دیگه فعلا هم با همین سنس همه گناه استفاده می فعلا اوکی دیگه خیلی خوب آقا ویدیو همینقدر بود خیلی کوتاه میخواستم که به شما توضیح بدم که چجوری سنسورس درست و منطقه کلا این دکمه که داخل سنسیویتی هست و به شما توضیح بدم بچه که نمیدونن بچه که میدونن خب دمشون گرم ولی کسی که نمیدونستن براشون یه توضیح هم دادم و اون که به درتون خورده باشه دیگه آقا این کارا رو بکنید بیاید خودتون اینجای یه ذره بزنید آقا یه ذره کار بکنید یه صد دو صد بازی کنید سنس مورد نظر مورد نظر پیدا میشه دیگه آقا من سنس هم مثلا میام 5 دقیقه درست میکنم من خب سه ساله یه سنس دارم استفاده میکنم خیلی فرق نداره برام چون تو بازی من هر سنسی باشه بازم راحتم دیگه میدونی هر که سنس خیلی 30 40 درصد بازی فقط سنس میگیره ولی خب بازم شما بیایید اینجا بازی بکنید دیگه آقا بیایید تست بکنید و اینم از کنترل کد من لی اوت کنترلم دیگه این کنترلش کدشه و اینم سنسیویتی سنس هم به شما بدم که حالا بچه‌ها البته میان ویدیو فقط به خاطر سنس و اینا کد سنس من اینا میان چیز میکنم ولی خواهشا اگر میخواید سنس خوبی داشته باشید آقا سنس خیلی مهمه اگر میخواید سنس خوبی داشته باشید این ویدیو رو کامل ببینید که متوجه بشید که چطوری باید درست بکنید و واقعا زحمت بکشید برای سنس خودتون آقا خیلی مهمه دیگه و این از ویدیو امروز آقا خیلی چون گفته بودید بالاخره ویدیو سنس هم برای شما گذاشتم امیدوارم که به کارتون اومده باشه و لایک سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار عزیزم وقتت بخیر عزیزم که البته اشتباهی خب خداحافظی